سلام دوستان، امروز میخواییم با هم توپای شکلاتی درست کنیم. مغزی رو که برای این شیرینی در نظر میگیرید میتونه فندق باشه یا بادوم، گردو، پسته یا هر مغزی که خودتون دوست دارین. اگر که خام بود بهتره که توستش بکنید، برای توست کردن داخل فر 350 درجه فارنهایت به مدت تقریبا 8 دقیقه میذارین و بعد داخل فود پروسسور خوردش میکنید. دیگه به بیسکویت خرد شده احتیاج داریم که من اینجا از ویفر وانیلی استفاده کردم که به این صورت بود و داخل فود پروسسور کاملا پودرش کردم. میتونید از هر نوع بیسکویت دیگه‌ای که دوست دارین استفاده بکنید یا کوکی‌های مختلف رو میتونید داخل فود پروسسور کاملا خرد بکنید و اضافه بکنید. اول همه مواد خشک رو با هم مخلوط میکنید. پودر قند و پودر کاکائو رو هم می‌ریزیم. بعد شیره رو اضافه می‌کنیم. این شیره می‌تونه عسل باشه یا اینکه شیره بار یا همون شیره زوبیا بامیه باشه که بهتر داخلش گلاب و زعفرون نزنید. بعد به یک مایع احتیاج داریم که من اینجا از آب پرتقال استفاده میکنم. میتونید از آب هر نوع میوه‌ای استفاده بکنید. آب پرتقال رو کم کم اضافه میکنیم. وقتی که به صورت خمیر مانند در اومد روی ظرف رو میپوشونیم و داخل یخچال میذاریم به مدت حداقل 1 ساعت. از یخچال که در آوردیم با استفاده از یک قاشق کوچیکی مقدار برمیداریم و با دستمون به شکل گلوله در میاریم. برای تزیین توپایی که درست کردیم میتونیم از چیزهای مختلف استفاده کنیم. من اینجا از پودر ناردیل، پودر پسته، پودر کاکائو و پودر قند استفاده میکنم. اگر دوست داشتین از شکلات ذوب شده هم میتونید برای روکش روی این توپا استفاده بکنید. خب دوستان، توپای شکلاتی هم آماده شدن. من برای تزیین بیشتر روی اونایی که شکلات قهوه‌ای زدیم، شکلات سفید یه مقدار زدم. از این توپای شکلاتی میتونید توی مراسم‌های مختلفتون استفاده ببرین و میتونه هدیه خیلی مناسبی باشه برای روز ولنتاین.